26% از جوانهای کشور ما نه درس میخونن نه دنبال شغلن. اینو مال آمار گفته، گفته اصلا اینا 26% هدفی ندارند. و به نظر من اینها جز بالغترین جوانهای کشور ما. خود درس میخونن که چی بشه؟ مثلا 10 سال، 12، 13، 14 درس بخونن، تشبیه مدرک بگیرن که چی کار کنند؟ برن اسنپ کار کنند، دست فروشی کار کنند، برن توی شغلی که مرتبط با درسشون نیست، فقط علیکی عمرشون هدر بدن، هزینه علیکی کنند، دنبال شغل واسه چی نمیرن؟ خب شغلی نیست، چیزی که نیست واسه چی دنبالش برن؟ خودشون خسته کنن صبح تا شب، میشینن تو خونه دیگه، میگه آقا وقت چیزی نیست، لاغر علیکی دنبالش ندویم، عمرمون هدر ندیم، لاغر بخوابیم، تلویزیون تو گوشی. یه نوع پوچیه بله، ولی این حقیقته متاسفانه. دانشمندا گفتن بشر به سقف عمرش رسیده و بیشتر 60 سال عمر نمی کنه، یعنی دیگه تایش 60 سال عمر کنه. دانشمندای عزیز، اول خاک تو سرتون با این تغییرتون، دوم خواهشن این تغییرتون رو دستبندی کنید نسبت به جغرافیا. مثلا 100 سال واسه شما خوبه، سمت سوئیس و فنلاند و اینا خوبه، سوئد و اینا، سمت ما عذابه. تازه اگه بهش برسیم 100 که هیچی نزدیکش هم نمیشیم، 50 به زور، اونم راضی نیستیم، میگیم کمترش کن که چی بشه. ما 100 رو نمیخوایم. ما اگه یه حقوق بازنشستگی باشه، یه خونه باشه، 4 ستون بدن اونم سالم باشه، تا 60-70 راضی هستیم، میگیم خدا آیا شکرت، 100 که هیچی، 30 سالش هم واسه شما بعد بذاریم آورم. ما نمیخوایم 100 سال، 60-70 به شرط سرپا بوده. حتی مسئولین قدر این عزیزانی که تحصیلاتشون کمه را بدونید. واسه چی؟ چون این عزیزان اگه نبود اصلا زاد و ولد نبود. طبق آخرین تحقیقات هر چقدر تحصیلات بالاتر بچه کمتر، اصلا ازدواج نمی کنن. یعنی تو برید تو منطقه یک تهران بچه نیست، او بگردی شوهای یه دونه، اونم یه شروینی سامیرادینی، اونم لاپرقو پیانو میزنه، دستا با ژل، صبونم پنکیک و آب پرتقال، مدرسه 2300 میلیونی، بعد خارج. بله زاد و ولد مال کارگر و کارمند جماعت دیگه. دیگه آدم فقیر بچه‌م درست نکنه دیگه میپوسه دیگه، دق میکنه. بله اونا با کلاسن درست نمیکنن دیگه، با کلاس درست نمیکنن. اونا تعطیلاتشون میرن نمیدونم پاریسی، لندن، اینجاز. این آدم فقیرم با بچه‌اش سرگرم میشه. ایشون بود. با کلاس درست نمیکنن. تو اگه میخوای با کلاس بشی اولین کار با بچه درست کنی. بله نمیشه. قیمت مرغ رفته بالا، خب این طبیعیه چون تقاضا هست. چی وظیفه ماست که تامین کنیم؟ بیخود کی گفته؟ وقتی یک کالا تقاضا داشته باشه، چون ما ناتوانیم در تولید و تامینش، قیمت رو افزایش میدیم. اینجوری تقاضا کاهش پیدا میکنه. بله ما این فرمول رو چندین سال داریم انجام میدیم و موفق بودیم. چون ما دستمون بسته است واسه تولید و تامین، ولی واسه افزایش قیمت دستمون باز خدا رو شکر هی هم بازتر میشه، قبل باز میشه که اصلا میره. بله نمیتونی شما خود نمیتونی به یه جای دیگه. این کشور اینجوریه، اینجوری ما کنترل میکنیم تقاضا رو. تامین نمیتونیم بکنیم، فقط افزایش، خواستی خواستی نخواستی گیت بازه، $10 بده و برو. برای بار 10 دلار هم بدی خروجیش عوضی. لاهوتی نماینده مجلس گفته ای چه عدالتی است که فیلترینگ واسه مسئولی نباشه و فقط واسه مردم عادی باشه فیلترینگ. لاهوتی ای عدالت شماست. بله ای عدالت شماست. ما اگه کاره نیست، ما نشستیم ای برداریم فیلتر شکر نصب میکنیم، 160 تومن میدیم تمدید میکنیم، این مال شماست. این عدالت، این عدالت حاصل دستپخت شماست. نیاز نیست به ما بگید، به خودتون بگید چه عدالتی است که شما فیلتر نباشه مال ما فیلتر باشه. واسه چی؟ چون شما مسئولید. مثلا شما مسئولید چیکار کردی واسه مردم جز مردم بدبختر کردی با تصمیماتون؟ آن تلاش تو میکنی، کی میکنی؟ الان؟
یعنی این انتخابات آمریکا هم داره شبیه انتخابات ما میشه، تبلیغاتشون، وعده وعیدهاشون، شعاراشون داره به ما نزدیک میشه. گرچه چند سال از ما عقب ترن ولی دارن اما کپی میکنند. ایلان ماسک هم گفته اگه هریس برنده بشه ای برنامه ایکس رو جمع میکنه، هست ای توییتر سابق گو ای بیا جمعش میکنه. یاد اون جمله امو حسن افتادم که گفت اگه اینا بیان دیوار میکشند یه شیر صحبت میکنند. گرچه امو حسن علیکی هم نگفت، بنده خدا حرفش درست بود، یعنی جز دیوار همه چی انجام دادن دیگه، گشت ارشاد و محدودیت و فیلترینگ رو انجام دادن دیگه. یعنی امو حسن تنها حرف راستش همون بود که اگه بیان فقط دیوار نکشیدن، فکر کنم اونم مساله نبود، بقیه انجام شد به موافقیت. مصطفی نخعی نماینده نهبندان گفته باید بررسی بشه که ببینیم کدوم آقازاده پشت فروش این فیلتر شکن هاست. موسی نگو آقازاده، بگو انزاده، اینا لقبشون انزاده است، چیزی که لیاقتشونه. و معلومه واسه چی این فیلترینگ برداشت نمیشه، یکی از دلایلش همین منافع این انزاده های عوضیه. بله خودی که برداشتش که چیشه، سالی 50,000 میلیارد تومان دارن فیلتر شکن میفروشن. یعنی قشنگ ماهی 160 تومان فقط من داشتم از خودم 160 تومان کردیم بعدم 320 تومان، یعنی از این 50,000 میلیارد 320 تومانش مایان مال خودمونه. واسطی جمع کنن اینا چششون روی 160 تومان منه با کریم. آره نه بقیه خانوادمون ای مفتی ها دارن، ما فقط پولیم. آره یعنی بعضی موقع ما هر چی میکشیم از خودمونه. و بعضی ها چقدر بیشرفن که صافت ها. خانم فاطمه مهدیانی گفته بعضی از کارفرماها عمدن چند ماه حقوق کارگرا رو نمیدن تا اعتراض کنن که این کارفرمای کثافت بره از مسئولین امتیاز و پول بگیره. اینا کن تا اعتراض میکنن به میگه وام چیزی بده که بهشون بدم. شما چقدر بیشرفه هستی، یعنی به خاطر اهداف شومتون چند ماه حقوق بند خدا رو نمیدید این کارگرای بدبخت، نمیگید از کجا میارن کرای خونه، خورد و خوراک، مریض میشن، واسه تو مهم نیست بیشرف ها. بله منظور شما بیشرفید که این کار میکنید، بیشرف حوزی کسافت ها آشقال ها انا. یعنی این ترامپ هم بعضی موقع گاستخ میرسن، هر چی میاد میگه مراعات نمیکنه، نمیگه این حرفش چه تبعاتی داره تصمیماتش. و الان هم گفته این مهاجرین ژن‌های بدن که به آمریکا میان، ژن بدشون رو به آمریکا میارند. ژن خوب میخوای پسر عارف؟ ترامپ تو خودت مهاجری، ترامپ قدمت کل آمریکا کلا 200 ساله، همه تو مهاجرید، ساکنین اصلی آمریکا او سرخپوستان، بعد میگی مهاجرین. اگه مهاجرین بعدا باید همه تون برید جز سرخپوستا، باید خالی کنید آمریکا رو. واقعا توقعم از تو آه.